یا در این مأموریت مأموریت عیسی مسیح میخوایم صحبت کنیم. کوتاه یادآوری کنم، ما هفته های گذشته یا هفته گذشته در مورد خدا در جسم صحبت کردیم. یعنی قبل از این ما گفتیم که کتاب مقدس یک کتابی هست که زمانی که ما کتاب مقدس رو میخونیم به شناخت خودمون میرسیم و همینطور به شناخت خدا میرسیم، به شناخت خودمون که ما گناهکار هستیم و احتیاج به نجات داریم، همینطور هم به شناخت خدا که با چه عشقی خدا ما رو دوست داره، چه هدفی برای ما داره، چه نقشه‌ای کشیده، اصلا کلن قبل از بنیاد عالم ما رو برگزیده که خانواده او باشیم، مقدس بی عیب و با محبت. این تمام کلا فکر خودش رو برای ما آشنا کرده و همینطور هم زمانی که کتاب مقدس رو میخونیم میبینیم که چطور به وسیله آدم و حوا که انتخابی اشتباهی کردن کلا انسان از این نقشه خدا بیرون آمد، کلا یه چیز دیگه شد که نبایستی میشد و این همه چی ربطی به شخصیت داره. یا و ما هم دو هفته پیش هم در مورد شخصیت خدا صحبت کردیم، گفتیم که تقریبا مثل یک جا مثالی گذاشتم، درخت انار و درخت موز، که ما درست متوجه بشیم که هر درخت یا هر میوه یک ثمره خودشو داره و زمانی که خدا ما رو شبیه خودش کرد پس باید مزه او رو میدادیم، یعنی از طریق شخصیت ماهیت مثل خدا میشدیم، مقدس بی عیب، هیچ چیزی منفی وجود نداشت، هیچ چیزی خودخواهی در انسان وجود نداشت، چون خدای ما خدای خودخواهی نیست. به انجام متوجه شدیم که گناهکار شدن یعنی یه کسی که گناهکاره، یعنی خودمحور، خودش مرکز زندگی خودشه، خودش حکومت میکنه، یعنی خودش خدا شده، خدا یعنی خودش حکومت میکنه. و این قسمت ها رو ما هفته های گذشته صحبت کردیم، هفته گذشتم همینطور که گفتم که به هر حال انسان نمیتونه با قدرت خودش نجات پیدا کنه، همینطور هم یک موزی گفتیم نمیتونه با قدرت خودش تبدیل به انار بشه، یا پس یه اتفاقی باید در اونجا بیفته. بعد دیدیم که پس خدا باید یه کاری انجام بده، خدا باید به میون بیاد. هفته گذشته در این قسمت کسانی که امروز بار اول وصل شدن میتونین برین سکرول کنین توی اینستاگرام، اونجا هفته گذشته میتونیم در مورد عیسی مسیح که خدا در جسم، و اونجا دو تا قسمت هایی بود که برای ما مهم بود که بخونیم. این خدا در جسم، اونجا که گفتیم که از ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود، کلمه انسان شد، بیان ما ظاهر شد، پر از فیض و راستی و جلال او رو دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. یعنی اونجا که عیسی مسیح اومد کلام خدا جسم پوشید، انسان شد به وسیله روح القدس، به وسیله مریم آمد و هر کسی که عیسی مسیح رو دید با این خدای واحد و این خدای پدر آشنا می شد از طریق شخصیت ماهیت. و اینجا ما همینطور هم کوتاه بگم، اینجا میگه خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانی که در آغوش پدر است همان او آمده ما رو ظاهر کنه. پس به وسیله عیسی مسیح ما میتونستیم با مهربانی خدا، با صفتهای خدا آشنا بشیم. او آمد پدر رو به ما ظاهر کرد و همینطور او صورت خدای نادیده هست، نخست‌زاده تمام آفریدگان، زیرا خدا رضا به دین داد که تمامی پوری در وی ساکن باشه. پس عیسی مسیح اونجا که خودش رو معرفی کرد، نه عنوان پیغمبر معرفی کرد، پیغمبر معمولا کسی هست که پیامی از خداوند میاره، یا هیچ نقش اینطوری نداره. او نمیتونه خدا رو معرفی کنه از طریق شخصیت، از طریق زندگی خودش. تمام پیغمبرایی که بودن، الان موسی رو برمی‌داریم و تمام پیغمبرایی تو عهد عتیق هستن، فقط پیام رو می‌آوردن، فقط خودشون گناهکار بودن، خودشون خرابکاری می‌کردن، خودشون اشتباهاتی می‌کردن. بعد عیسی مسیح خود خدا که انسان شد، آمد به وسیله روح القدس، آمد در رحم مادرش یعنی مریم اونجا کاشته شد، یا و اونجا او به دنیا آمد و گفته که به هر حال من آمدم خدای واحد رو به شما معرفی کنم. سو
این قسمت رو ما خوندیم و همینطور هم قسمت دیگه که گفتیم، پس اگر عیسی مسیح میاد، چون خیلی هستن که شک دارن، میگن که خب همون مسلمان ها که میگن عیسی مسیح پیغمبره و پسر خدا نیست، خدا پسری نداره، یا پس الان زمانی که عیسی مسیح خودش اینطوری معرفی میکنه پس و میگه که من خدا هستم، من پسر خدا هستم، هر کسی منو میبینه پس خدا رو میبینه، رفتار منو، پس باید به هر حال اونجا 6 تا نکته هایی بود که بس باید اونجا ثابت بشه که واقعا او خداست، یعنی خدا در جسم. فقط یه چیزی هست که مسلمه توی فکرمون نمی گنجه، خدا الان میاد انسان میشه، مثل که خدا رو بی حرمتی میکنیم. نه، خدا کجاست، ما کجا هستیم؟ پس زمانی که فقط الان نگاه میکنیم به این خدایی که خودش محبته و ما رو برای به شباهت خودش خلق کرده، یک قبل از این اصلا کلا یک نقشه برای ما داشته و یک دوباره یک خانواده بود که شباهت او رو داشته باشه و انسان خرابکاری کرد، از این نقشه بیرون آمد، از این کلا باید این نقشه رو نگاه کنیم. پس نگاه خودم نگاه میکنه میگه که انسان رو برای یه چیزی خلق کردم، مثلا کلا یه چیزی که شدن خود محور شدن و همینطورم تمام دنیا هم زیر تسلط شیطان هم هست. پس خدا اونجا نمیتونه بگه که الان باشه و که من یه میخواستم یه کاری انجام بدم فقط موفق نشدم. پس اونجا این در این قسمت خدا رو کوچیک میکنیم. هر زمانی که خدا رو عنوان محبت نگاه میکنیم و میگه که نگاه میکنه و میگه که الان انسان سقوط کرده، پس یه کاری باید بکنم که انسان رو دوباره برگردونه به نقشه اول خدا خودم. پس اینجاست که نگاه میکنیم محبت خداست که همه تمام چیزها رو چی میگن عملها، هر چیزی که باید انجام میشه انجام میده که انسان رو به هدف خودش برگردونه. به این خاطر به وسیله روح خداست که عیسی مسیح به دنیا آمد که ما رو نجات بده، ما رو برگردونه به نقشه خدا. و خدا هم اینطوری هم نیست که معمولا مذهب ها اینطوری چیز میکنن، مثل که با خدا به خدا ایمان بیارم و باور کنم به او میتونم در این دنیا زندگی خوبی داشته باشم و خدا به ما برکت میده و آخرش هم شاید منو بیاره توی خودش، یعنی بهشت. یا فقط ما باید اینطوری نگاه کنیم، کتاب مقدس رو که میخونیم خدا یه نقشه مخصوصی برای ما داره و برای این نقشه چون خداست و هر چیزی که خودش میگه خودش هم قادر است بتونه انجام بده، به کمال برسونه. ما هستیم، ما انسان هستیم، یک فکری داریم، یه نقشه‌ای داریم، شروع میکنیم فقط در این میتونیم شکست هم بخوریم. هر ایده ای داشته باشیم برای آخر نمیدیم به اونجا میرسیم یا نه. بعد خدای ما کتاب مقدس میگه خدا قبل از اینکه یک حرفی بزنه دیگه پایان رو خودش هم میدونه. یعنی زمانی که خداوند گفت که آدم رو به صورت ما شبیه ما خلق کنیم که سلطنت کنن، پس خدا قبل از اینکه الان این حرفا که میزنه دیگه آخرش میدونه که خدا یک خانواده خواهد داشت که از طریق ماهیت، از غذات، از طریق صرفت ها همه چی شبیه خدا خواهند شد. به این خاطر اینجا ببینیم که زمانی که عیسی مسیح میگه من آمدم پدر رو به شما معرفی کنم، پس باید خودش هم ثابت کنه با زندگیش، با عملهایشون که انجام میده. درسته یا نه؟ معمولا ما انسان چی هستیم؟ ما واقعا ناباور هستیم؟ نه چی میگم؟ ناباور؟ کم ایمان. یعنی یه کسی یه حرف میزنه باور نمی کنیم. کی باور میکنیم؟ زمانی که عمل رو میبینیم. درسته؟ زو این خاطر خودش هم عیسی مسیح هم اینجا گفته که تا من معجزه نکنم مثلا ایمان نمیاریم. معجزه هم چه چیزی هست؟ معجزه یه چیز مافوق و طبیعیه، یه چیزی هست که جز از خدا کسی نمیتونه انجام بده. ببین چیه معجزه؟ هر چیزی که انسان میتونه انجام بده تا یه پایان اونجا انسانیه. پس زمانی که یه چیزی هست که غیر انسانیه دیگه اونجا خدا وارد میشه، به این میگیم معجزه. پس خدا معجزه میکنه و از طریق این معجزه ها کارهایی که جز از خدا کسی نمیتونه انجام بده، عیسی مسیح اینجا
نشون میخواد بده که ببین من پسر خدا هستم، خدا در منه و من در موردش صحبت خواهیم کرد، الان تو پارانتز میذارم، من خدا هستم. و اینو فقط کوتاه میگم، خدا هستم منظور اینه که الان خدا دنیا آسمون رو ترک کرده آمده اینجا، اونجا بالا چیز نیست. ما باور میکنیم به خدای پدر، پسر، روح القدس، در موردش توی برنامه های توی فکر میکنم 2 هفته دیگه در موردش صحبت میکنیم. 3 تا خدا نداریم، ما 3 تا خدا رو نمیپرستیم. پس 3 تا چیز هستن، 3 تا موجود میگن هستن، شخصیت هستن که در همه قسمت یک هستن. یعنی زمانی که ما پدر رو پرستش میکنیم، خدا رو پرستش میکنیم، عیسی مسیح رو پرستش میکنیم، خدا رو پرستش میکنیم، در روح القدس رو مثلا ملاقات داریم، با خدا ملاقات داریم. فقط در این قسمت ها ما در موردش هم صحبت میکنیم، توی پارانتز میتونیم بذاریم کنار، توضیح خواهم داد. پس هفته گذشته در مورد این 5 تا نکته ها صحبت کردیم که گفتیم یه کسی که باید میگه که من خدا هستم، پس باید شخصیت خدا رو داشته باشه، یعنی صفات خدا رو باید داشته باشه، باید هر چیزی که خودش میگه باید هم خودش هم انجام بده و باید اقتدار داشته باشه روی تمام آفرینش و همینطور هم باید تمام شریعتی که خودش هم اونجا صحبت میکنه خودش هم انجام بده، بدون گناه باشه، یعنی هیچ خودخواهی درونش نباشه و همینطور هم مرگ، قدرت مرگ هم درونش نمیتونه کار کنه که بمیره، بلکه دائما زنده بمونه. و بعد از اینم رفتیم توی اقتدار خدا و اینجا عیسی مسیح میگه که یعنی 6 تا نکته های صحبت کردیم. یه کسی که میگه من خدا هستم، پس باید تسلط داشته باشه روی طبیعت، باید تسلط داشته باشه روی ما رو که شبیه خودش خلق کرده برای خوراک، مهیا کننده زندگی ما باشه، باید اقتدار داشته باشه برای بیماری ها، هر بیماری هایی که وجود داره که او میتونه قدرت داره که شفا بده چون ما رو خلق کرده. 4 قسمت در مورد همون نیروهای تاریکی هستن، قدرت های شریر و شیطان هستن، میتونه تسلط داشته باشه. این هفته گذشته همه چی رو صحبت کردیم و همینطور هم در مورد بخشش گناه، یک کسی فقط کسی که خداست میتونه گناه های ما رو ببخشه و اونجا هم اینم متوجه شدیم. و همینطور هم باید قدرت روی مرگ داشته باشه که اینجا میبینیم که یک پسری بود، یک دختری بود و یک مردی بود که الازر بود، چطور از مردگان چیز کرد، مرده بودن اون را زنده کرد و نشون داد که تنها خداست که میتونه مرده رو زنده کنه. پس این 6 تا نکته ها رو هفته گذشته صحبت کردیم و با این 6 تا نکته ها خدا ثابت کرد که من خدا هستم. جلسه و برنامه امروز یا بخش امروز اینه که مأموریت عیسی مسیح. الان اگر بگیم که عیسی مسیح آمد، همه چی رو ثابت کرد، همه چی رو نشون داد و تمام کارهای خودش رو، معجزه های خودش رو نمایان ساخت، خب به درد ما نمیخورد. آمدن عیسی مسیح این بود که ما رو دوباره برگردونه به کجا؟ نقشه خدا. این مأموریت عیسی مسیح بود، چون ما شبیه خدا خلق شدیم، ما از این نقشه آمدیم بیرون و خدا میخواد دوباره برگردونه به اون نقشه خودش که بتونیم یک روز با او سلطنت کنیم و همینطور هم حیات جاودانی رو به دست بیاریم. اولین چیزی که خداوند عیسی مسیح زمانی که تعمید گرفت و اینو میتونیم بخونیم در متا باب 4 یا لوقا باب 4، اونجا میبینید که عیسی مسیح اونجا تعمید گرفت و بعد از این زمانی که شروع کرد خدمت خودش رو انجام دادن، اولین چیزی که اونجا صحبت کرد گفته که وقت، تو مرقس باب 1 آیه 15 91 اینجا میگه که وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است، پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید. وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است، پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید. پس اینجا میبینیم که
در مورد انجیل صحبت میکنه، یعنی خبر خوش. در مورد ملکوت صحبت میکنه، ملکوت نزدیک هست. و همینطور یه کلید رو به ما میده، میگه که پس توبه و بازگشت کنیم. پس سه تا چیزای صحبت میکنه و قسمت اول که میگه که وقت تمام شد، یعنی تمام این وعده هایی که در عهد عتیق گفته شده یا اولین وعده‌ای که خداوند داد کی بود؟ یادتون هست؟ در باغ عدن بود. در باغ عدن بود که زمانی که آدم و حوا گناه کردن و خدا به هر حال آدم و حوا رو معلول لعنت نکرد، بلکه شیطان رو لعنت کرد و گفته از طریق این زن، این زنی که تو الان فریب دادی و گول زدی و تو گناه انداختی، از همون طرف این زن، طریق این زن یه کسی خواهد آمد که سر تو رو خواهد کوبید. یعنی اینجا دیگه وعده داد که ببین یه کسی خواهد آمد از طریق یک زن، از طریق یک انسان، یه کسی به دنیا خواهد آمد و او خواهد آمد و سر تو رو خواهد کوبید، یعنی تو رو از بین خواهد برد. و اینجا الان عیسی مسیح، الان بعد از اینم هزاران سال طول کشید، خدا از طریق ابراهیم قوم اسرائیل رو چیز کرد، دعوت کرد و بعد از این خودش رو آماده کرد. بعد از این میبینیم که تمام داستانهایی که با موسی شروع کرد و تمام داستانهایی هست که خدا نوشت، نه فقط عنوان داستان، بلکه این نقشه خدا بود، یعنی عیسی مسیح آمدن خودش رو آماده میکرد که یک روز در این وارد این دنیا بشه. قبل از این برحال خدا تمام این شریعت ها برای قوم خودش اسرائیل رو داد، این ده فرمان رو و رفتارها، چیزایی که مربوط به شخصیت داره، همه چی رو بهشان داد که خود یهودا تقریبا اینطوری نگاه میکنین، چون افرادی هستن میگن که چرا اسرائیل، خدا اسرائیل رو انتخاب کرد، یا مثل این که الان اینطوری بگم، مثل این که الان اونا یه چیزی هستن، ما قومای دیگه یه چیزی دیگه به درد نمیخورن. خدا تمام دنیا رو خلق کرده و همه رو دوست داره و میخواد دنیا رو نجات بده. فقط خدا یک وسیله‌ای وجود داره، یک رحمی وجود داره. اگه اینطوری نگاه کنین، اسرائیل مثل یک رحمی بود که خدا آماده کرد که یک روز عیسی مسیح به وسیله یهودی که تمام وعده هایی داده شده به وسیله خود عیسی مسیح، این رحم رو آماده کنه که خودش بیا در این دنیا. الان شاید اینطوری بگم، شاید اون زمان، الان ابراهیم یا میتونه بگم که قوم ایران بود، خدا ایران رو، ایران این وعده های خودشون، شریعت خودش، همه چی رو به ایشان میداد که به هر حال از طریق ایرانی ها، مثال میگم، چیز خودش به دنیا میاد. خدا نگاه نمی کنه الان به قوم، تمام این قوم ها، الان قوم من بهتره، چون این قومی که هست، اسرائیل هست، خدا انتخاب کرد یا و شریعت رو به ایشان داد. اینم به خاطر فقط ایمان، ایمان ابراهیم بود. و اگر دقت کنین، همینطور که زندگی ابراهیم رو نگاه میکنین، در پیدایش از باب 12 اینجا شروع میشه، میبینی که اونجا دیگه خدا نقشه خودش رو به ابراهیم اونجا داده بود. اگه یادتون باشه، نمیدونم خوندی یا نه، اونجا در مورد اسماعیل صحبت میکنه، در مورد اسحاق صحبت میکنه. اسماعیل جسمانی به دنیا آمد، یعنی از طریق هاجر، یا اسحاق یه چیز موفق و طبیعی بود، یعنی زنی بود که 90 سالش، خودش هم 100 ساله، که غیر ممکنه یک زن 90 ساله حامله بشه. فقط خدا معجزه آثار این اسحاق رو به وجود، یعنی یه چیز وعده‌ای بود که خداوند گفته. و خود سارا هم تا اون موقع هم چیز بود، رحمش بسته بود، یعنی نمیتونست حامله بشه. و بعد از این هم میبینیم که خدا الان بعد از این چه کاری میکنه؟ بعد از این به ابراهیم میگه که ابراهیم، پسر یگانه تو رو وردار، پسر یگانه تو رو وردار و برو تو اون کوه موریا و او رو قربانی کن برای من. زیبایی عهد عتیق اینه که خدا فکر خودش
و نقشه خودش که یک روزی که از طریق روح میخواد انجام بده اونجا ظاهر میکنه. و ابراهیم چه کاری میکنه؟ ابراهیم مرد کاملی نبود، اشتباهات هم میکرد، دروغ هم میگفت، فقط ایمان داشت به وعده های خدا. و ابراهیم چه کاری کرد؟ رفت پسرش رو برداشت، رفت روی روی کوه موریا و اونجا چون خدا گفته بود، خدا با او عهدی بسته بود یا و گفته پسرتو قربانی کن. بعد از اینم اطاعت کرد، همه کار رو انجام داد و چاقوشو برداشت و میخواست پسرشو بکشه. اطاعت کنه از خدا و نه فقط اطاعت بود، بلکه اونجا خدا گفته بود، خدا عهد بسته بود. عهد یعنی اونجا یه قرار داد، تقریبا اینطوری بگم، مثل اینکه الان من با یه کسی قرارداد می‌بندم، میگم من 50% رو من میدم، 50% تو میدی، درسته؟ یعنی ما اینجا شریک میشیم. و زمانی که اینجا میبینیم که ابراهیم اونجا میدونست، حالا خدا که گفته پسر خودم رو بده، پس خودش خیلی خوب میدونه زمانی که الان خودش این قربانی رو بکنه، کلام خدا میگه، پس اینجا مثل این که خدایی هست که خودش هم پسر داد، پسر داره، پس من قربانی که میکنم خودش هم باید پسرش رو قربانی کنه. متوجه هستین؟ به این خاطر میخواست به کوچولو قراردادی بود. پس اگه خدا میخواد من پسرم رو خودم بدم، پس خودش هم باید پسر خودش رو بده. فقط اونجا خدا گفته صبر کن، من دیگه ایمان تو رو دیدم که تو از من اطاعت میکنی. تقریبا اینطوری باشه، تو احتیاج نیست پسرت رو بگی، فقط من پسر خودم رو خواهم داد. میدونی چه حکمتی پشت این تمام داستانایی هست؟ یعنی خدا نقشه و فکر خودش اونجا آشکار میکنه و به وسیله ابراهیم چون باور کرد، خدا بعد از این اسحاق بود، بعد از این اسحاق یعقوب بود و همینطور هم قوم اسرائیل به وجود آمد که به وسیله این وعده هایی که خداوند داده بود که امروز هم یه قسمتی میخونیم، عیسی مسیح پسرش رو فرستاد این دنیا. آمین. و این زمانی که عیسی مسیح پس میاد اینجا، پس میگه که وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است، پس توبه کنید و بازگشت کنید و انجیل ایمان بیارید. یعنی خبر خوش برای شماست عزیزان. و الان این زمانی که میگه که ملکوت خدا نزدیک شده است، منظور چیه؟ ملکوت خدا نزدیک شده است. صاحب این ملکوت خدا کیه؟ خداست، نه؟ خود عیسی مسیحه. تو زمانی که خودش که صاحب پادشاهی خداست و وارد میشه، نزدیک به افراد میشه، میگه که الان من هستم که شما رو وارد میکنم به ملکوت خودم. پس پادشاهی خدا نزدیک شده است، من هستم که شما رو میتونم ببرم توی ملکوت خدا. تقریبا مثل آلمان الان شما پناهنده هستین اینجا، مثل اینکه الان اولاف شولز خودش رئیس جمهور آلمانه، خودش بیاد اینجا و میگه که الان ملکوت، یا میگن چی میگن فارسی چی میگن، کشور آلمان نزدیک شده است به شما. متوجه هستین؟ ولی من اقتدار رو دارم این استامپ رو بزنم به شما، پاس رو بدم. آمین. من اقتدار رو دارم. همه شما چی میشین؟ کاش که بیاد. یا فقط یک کسی بزرگتر است، این تمام پادشاه این دنیا اینجاست و میگه که نه، پاس دنیای رو به شما میدم، آلمان رو میدم، یا نمیدونم سوئد رو میدم، یا چیز میگم، من آمدم اونجا وارد پادشاهی خودم بکنم. پس به انجیل، یعنی خبر خوش، باور کنین.
و بعد از اینم میگه چطور میتونی وارد بشین، توبه کنیم و به انجیل، یعنی توبه کنین، منظور اینه که باید به یه جایی برسونین که بگین که زندگی شما، هدف شما، همه چیز اشتباه، شما خود از نقشه من بیرون آمدین، هیچ امکانی نیست وارد بشین، جز به وسیله من میتونی وارد بشین. آمین. و از اول که عیسی مسیح همینطور شروع میکرد به موعظه کردن، دائما در مورد پادشاهی خودش هم صحبت میکنه. در متی باب 4 در اینجا توبه کنین که زیرا که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. یعنی منظور اینه که من آمدم شما رو دوباره به نقشه خدا، نقشه خودم برگردونم. اون چیزی که من از ابتدا داشتم که گفتم که بیاییم و انسان رو به شباهت ما، به صورت ما خلق کنیم که سلطنت کنن و این دنیا رو به دسته انسان داد که حکومت کنه. و حکومت کردن ما اینجا در موردش صحبت کردیم که چون خدا حکومت میکنه، فقط او با محبت در عدالت در راستی حکومت میکنه. یا فقط انسان زمانی که گناهکار شد، از نقشه خدا بیرون آمد، دیگه خودخواهی قرار گرفت و انسان با خودخواهی خودش، با فکرای خودش، نقشه خودش میخواد پادشاهی خودش بسازه در این دنیا. من، هدف من، زندگی من، این من جای خدا رو قرار گرفت. آمین. به این خاطر خبر خوش، زمانی که عیسی مسیح در مورد صحبت میکنه، خبر خوش. چرا خبر خوش؟ بله، چون خدا انتظاری از ما نداره که الان بتونیم بیایم تمام این شریعت رو انجام بدیم، تمام کارا رو انجام بدیم. ببینم 613 تا شریعت داره، باید همه کارا رو انجام بدیم که آخر خدا من میگه که باشه، اوکی، الان تو رو قبول میکنم. بلکه به یه جایی میرسونه. خبر خوش اینه که فقط من آمدم به شما بگم که شما از نقشه من بیرون آمدین، شما خود محور شدین. الان من یه کاری میخوام بکنم که به وسیله این ایمان به من، هفته گذشته صحبت کردیم، دو هفته پیش، به وسیله ایمان میتونی نجات پیدا کنین. شما فقط باید تسلیم من، تسلیم بشین. یا و این تسلیم شدن برای یه کسی که مغروره سخته. یک شخصی که مغروره اعتراف کنه که من ورشکست هستم، همه چی رو خراب کردم، من مقصر هستم نه دنیا، و باور کنه و همینطورم ایمان بیاره به عیسی مسیح، اون موقع ما میتونیم نجات پیدا کنیم. پس الان ما چطور میتونیم وارد این پادشاهی خدا بشیم؟ مشکل ما تو دفعه گذشته دیدیم که مشکل چی بود؟ گناه بود. این گناه بود که بعدیشو 93 این گناه باعث شده بود که این جدایی به وجود بیاد از نقشه خدا. مشکل انسان گناهه، حیات جاودانی از نقشه خدا و جدایی از خدا. پس باید یک کاری انجام بشه که خدا دوباره بتونه ما رو برگردونه. پس ما، یعنی مشکل گناه باید حل بشه. و اینجا در این قسمت ما میبینیم که خدا قدوس است و هیچ مشارکتی با گناه نداره. خدا نور است و مشارکتی با ظلمت نداره. خدا عادل است، هیچ بی‌انصافی درونش وجود نداره. خدا آتش فروبرنده هست، یعنی قدوس هست و هیچ کسی نمیتونه در ناپاکی به او بیاد، یعنی با او ملاقات داشته باشه. یعنی یه چیزی هست که باید اینجا انجام بشه. و همینطور هم کلام خدا میگه که و اون موقعی که خدا شیطان رو معلوم کرد، یک روز شیطان رو داوری خواهد کرد. و همینطور گناه، مزد گناه مرگه، یعنی جریمه گناه مرگه. پس باید یک مرگی، یه چیزی باید پرداخت بشه که ما بتونیم نجات پیدا کنیم. و این قسمت هایی هست که تمام همه بشریت در زیر گناه هستن، مجازات مرگ در انتظار انسان هست، انسان محتاج بخشش و
آمرزش گناه داره. پس مشکل انسان باید حل بشه، یعنی این گناه یه چیزی باید انجام بشه که این گناه برداشته بشه. و پس فقط تنها یک جایی یک راهی هست که انسان در این قسمت میتونه نجات پیدا کنه و این جانشینی، ما میگیم جانشینی، یعنی یک کسی که جایی یک شخص رو میگیره. یعنی زمانی که من گناهکار هستم، یعنی من یه خلافی کردم و باید جریمه بشم و این جریمه رو نمیتونم پرداخت کنم، یا و یه کسی میاد جریمه منو برمی‌داره، به این میگن جانشینی. حالا من یه خلافی کردم، باید 100,000 رو چیز کنم، پرداخت کنم، اگه نمیرم توی زندان، و یه کسی میاد پرونده جریمه منو برمی‌داره و میگه که من این پول رو پرداخت میکنم برای اون شخص. پس جای منو، یعنی جریمه منو برمی‌داره و این میگن، به این میگن الان دنیایی میگم که بعد در مورد پول که جانشینی. در عتیق هم میبینیم که چطور خداوند هم همینجور اولین چیزی که در باغ عدن هم اونجا اتفاق افتاد این بود که اگه یادتون باشه زمانی که آدم و حوا گناه کردن، اولین چیزی که متوجه شدن چی بود؟ عریان بودن، یعنی حضور خدا، جلال خدا رفته و خودش هم دیدن که عریان یعنی به درد نخوردنی هستن. عزیزان، زندگی ما بدون عیسی، بدون روح خدا در ما که ما خلق شدیم برای اون، واقعا میگم به درد نخوردنی هستیم. هرچقدر در شباهت خدا خلق شدیم، فقط حیات جاودانی در ما نیست، صفتهای انسانی فقط در ماست، گناهایی در ماست که فقط خرابی به وجود میاره. به این خاطر این دنیا نگاه میکنیم پر از افسردگی، درد و ناراحتی و جنگ و میبینیم که انسانی که در این دنیا حکومت میکنه. بعضی دنیا رو نگاه میکنیم، کلن اخبار رو باز میکنیم، میبینیم که بعضی دنیا چیه؟ دنیا بدون خدا، یعنی انسان بدون خدا. ما بعضی وقت هم هست که به هر حال ما تظاهرات می‌بینیم، شرکت می‌کنیم، ما آزادی می‌خوایم، ما محبت می‌خوایم، ما اینو می‌کنیم، فقط توی خونه‌های خودمون نمی‌تونیم این سر رو، آشتی رو نگه داریم، چون خودخواهی اونجا وجود داره. یا واقعا هم تجربه رو کردم که چه افرادی، چه تظاهراتی بود زمانم که هنوزم ایمانم اینطوری نداشتم، می‌رفتیم اونجا چه چیزایی می‌کردیم برای دنیا، این دنیا باید اینطوری باشه، و بعد از این میامدیم اینجا با حسادت سر همدیگه رو میکوبیدین و همینطور هم با خشم و ناراحتی و فوش‌ها زندگی می‌کردیم. فقط می‌رفتیم می‌دیم توی خیابون و اونجا میگیم آزادی. و این مشکل انسانه، چون در ما خودمون آزاد نیستیم، خودمون آرامش نداریم، یا به این خاطر هیچ موقع نمیتونیم صلح رو به اول در صلح زندگی بکنیم و همینطور هم برحال بتونیم این صلح رو زندگی کنیم برای همینطور مثل یه نشانه، مثل یک شهادت، و چون خدا از قلب ما بیرونه. فقط اینجا میبینیم که اولین چیزی که خدا اونجا، زمانی که انسان اولین چیزی که اتفاق افتاد همینطور عریان و همینطور هم ترس به وجود بیاد. بعد از این آخر میبینیم که در پیدایش باب 3 و خداوند خدا رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان رو پوشانید. اینم در موردش هم صحبت کردیم. پس چه کاری خدا، میبینیم که خدا یک چی رخت ها برای آدم و زنش پوشانید، بساخت و ایشان رو پوشانید. پس اینجا میبینیم پس خدا یک قربانی کرد. آدم و حوا گناهکار بودن، گناهکار شدن، جدا از خدا به خاطر نافرمانی، خودخواه شدن، خودشون خدا شدن. پس خدا الان عریان هستن، پس خدا باید گناهشو بپوشونه، خجالتش، خجلشو بپوشونه. پس چی میکنه؟ اولین قربانی که میبینیم که انجام میشه در عتیق، خود خدا میاد یه قربانی میکنه. یعنی باید معمولا اینطوری میگه که آدم و حوا، من به شما گفتم موضع گناه مرگ، اگه از این درخت بخورید خواهید مرد، نه فقط جسمانی بلکه روحانی خواهید مرد، جدای کامل از من، جدای کامل از من در ابدیت.
فقط من شما رو برای این خلق نکردم، من خلق کردم که شبیه من بشین. پس باید یه کاری انجام بدم که خون ریخته بشه، و خون ریخته شدن نشانه یه چیه؟ مرگه. زمانی که من بمیرم خون ریخته میشه، نشانه یه مرگه. تو به این خاطر خدا اونجا اولین کاری که کرد، یک گوسفند را یا بره بود قربانی کرد، یعنی خون ریخته شده، یعنی منظور این جانشینی که میگه که آدم معمولا تو باید، خون تو باید ریخته بشه، فقط چون من تو رو دوست دارم یک حیوان رو به جای تو میکشم، قربانی میکنم. و این هم اینطوری نیست که قربانی میکنم چون حیوانات به درد من نمیخورن، قربانی میکنم چون با ارزش هستی، چون تو شبیه من خلق شده بودی. به این خاطر این گوسفند رو میپوشم که این خون که ریخته میشه و این پوست خون بر میدارم و خجل تو رو میپوشنم، یعنی گناه تو رو میپوشونم. پس اولین گناه، اولین قربانی که در کتاب مقدس میبینیم که خود خدا این اولین قربانی رو کرد. به جای آدم و حوا که باید بمیرن، یه گوسفندی مرد. این میگن جانشینی. همینطور هم میبینیم که زمانی که خداوند از طریق موسی این شریعت رو آورد، در این را نگاه میکنیم از همینطور پیدایشه و همینطور هم میریم توی لاویان، اونجا در مورد قربانی های صحبت میکنه. همه قربانی ها جانشین یک کسی هست که گناه کرده. و اونجا یه قانونی بود که زمانی که قوم یهودی ها که می آمدن پیش خداوند، اونجا می آمدن و باید یه بره‌ای بر می داشتن یا گوسفندی بر می داشتن، و این گوسفند یک هفته باید پیششون می موند و بعد از یک هفته می آوردن اونجا پیش کاهن، دستشو می ذاشتن روی گردن این گوسفند یا بره و گناهشون اعتراف می کردن. تقریبا مثل این که الان هر گناهی که من میکنم، هر چیزی اعتراف میکنم، این گناه رو کردم، این کار رو کردم، این کار رو کردم، این کار رو کردم، من همه چیز رو چیز میگه دستش رو میذاشت، تقریبا مثل این که تمام گناه های تقصیرهای خودش منتقل میشد به این گوسفند که اون گناهه، فقط انسان هم نیست، فقط گناه نه، چیزی نکرده. سو زمانی که منتقل میشه و بعد از این کاهن ور میداره و میبره اونجا، این گوسفند رو قربانی میکنه، خون ریخته میشه. با این خدا نگاه میکنه و زمانی که این گوسفند هم اونجا این توی همون تو آتش میذارن و این بوی این قربانی که نزد خدا میاد، و خدا میگه که من خوشنود هستم. یعنی الان خوشنود منظور اینه که این شخصی که آمده توبه کرده، بازگشت کرده، این توبه او رو قبول میکنم، چون الان آمده توبه کرده، گناهش منتقل شده به این گوسفند و الان این گوسفند که کشته شده، گناه او بخشیده شده و نداشته شده، فقط بخشیده شده. دو تا چیزایی هستن که مربوط به الان عیسی مسیح که صحبت میکنیم فرق میکنه، فقط گناهشون بخشیده میشه. پس اینجا این گوسفند یا این بره که قربانی میکردن جانشینی او بود و دائما هی سال به سال همینطور باید می اومدم، توبه میکردم، بازگشت میکردم، دستش میذاشتم و هی گوسفند به گوسفند و بره به بره و گاو همینطور کشته میشد. این فقط و فقط که خدا گناه های قوم خودش رو ببخشه. پس اصل قربانی، معنی قربانی اینه که جانشینیه. اینو متوجه بشیم که خود خدا در باغ عدن این کار رو انجام داد. اینو باید درست متوجه بشیم که واقعا بدونیم درک کنیم که چرا عیسی مسیح باید سپس کشته میشد. ولن اون موقع تو عتیق گوسفندهایی می آوردن یا بره هایی می آوردن، و این بره ها و این گوسفند هایی که می آوردن خیلی مهمه که بدونی که هیچ لکه ای، هیچ چیزی منفی درونش نبایستی می شد. یعنی خدا اینجا گفته که هر بره یا هر گوسفندی میاری باید پاک پاک باشه، کور نشه یا
یا مثلا یه زخمی نباشه یا یک چیزی یک لکه درونش نباشه، پاک پاک باید باشه. و فقط من چیزی که میپذیرم، قربانی میپذیرم، یه قربانی هست که پاک باشه. یعنی بهترین گوسفند رو، بهترین گوساله رو یا بره رو بایستی میوردم که خدا قبول کنه. و اینجا الان وارد مرگ جانشینی عیسی مسیح میشیم. که در عهد عتیق گوسفندا بودن، الان خود خدا، خود عیسی مسیح، پسر خدا بایستی می آمد و جای ما رو می گرفت. و اینم توی عهد عتیق هم در عشای نبی باب 53 و خیلی جاهای دیگه در مورد عیسی مسیح، بر مورد اصلا کلن زندگیش و در مورد خدمتش و در مورد کجا به دنیا خواهد آمد، اسمش چی خواهد بود، همه چی اینجا صحبت کرده. عشای نبی باب همینطور، باب 9، باب 7 اینجا همینطور هم نوشته شده که یک باکره حاملی میشه. یا این برحال وعده هایی بود که به قوم اسرائیل داده شده، چون قوم خدا بودن، که قوم اسرائیل متوجه بشه یک کسی خواهد آمد، یک باکری یک روزی حامله خواهد شد و یه بچه خواهد زایید و اسمش هم ایمانویل خواهد گذاشت، که خدا با ماست و او سلطنت خواهد کرد، او گناه کشور رو، انسان رو بر خواهد داشت. تمام چیزهای پیشگوهایی بود که نبوتهایی بود که به واسه نبیها به قوم اسرائیل داده شده، زمانی که عیسی مسیح بیاد که یهودیا بدونن همون خدا که آمده انسان شده که گناهای ما رو ببخشه و ما رو برگردونه به نقشه خودش. پس آماده خدا از طریق ابراهیم بود که شروع کرد داستانش نوشتن و به ابراهیم هم گفته که احتیاجی است پسرت رو بکشی، من پسر خودم رو میفرستم. یا یعنی اینطوری واضح نگفت، فقط این کلن چیزش بود، چی میگن، داستانش بود، که اینطوری ما درست متوجه بشیم. و در این قسمت، این عشای نبی باب 53، فقط یه قسمت هایی ما میخونیم. فقط خواهش میکنم آرتی میتونی تو بلند بخونی؟ عشای 53 4 تا 6 اشاره میکنند که او جمعی گناهان بشر را برخواهد داشت، لیکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مظلوم و مبتلا گمان بردیم. و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مظلوم و به سبب گناهان ما کوفته گردیم و تعدیل سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم، جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. پس اینجا میبینید که پیشگویی میکنه که یک کسی خواهد آمد و چه کارهایی میکنه. میگه که برحال او غمهای ما رو بر خود گرفت، یعنی یک کسی خواهد آمد، نه اینطوری فقط قلوم به سلوم به صحبت میکنه، بلکه چیزی که مربوط به نفس ما، جان ما، درد انسانه، مشکل انسانه، اینو خواهد آمد و اینو حل خواهد کرد. و بعد از این ما رو بر خویش هم نمود و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما چی شد؟ مجروح و به سبب گناه ما کوفته گردید. یعنی ما اینجا اگه این قسمت اصلا کلن پیشنهاد میکنم برین اونجا عشای نبی باب 53 رو میخونین، ببینین که چه چیزایی ما کردیم، چه چیزایی او میکنه. به خاطر ما خودش این کار رو، به خاطر این خودش این کار رو کرد. دائما در این قسمت صحبت میکنه ما خراب کردیم، او آمد اینطوری رفتار کرد. پس یه پیشگویی بود که از
عیسی مسیح میکنه و اینجا میگه کوفته کردید و تهدید سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفا یافتیم. یا جمعی ما مثل گوسفندهای گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خیش برگشته بود، پراکنده هستیم. به این خاطر زمانی که عیسی مسیح به این دنیا آمد دلش سوخت و نگاه کرد، گفته اینا همه قوم خودش، الان دنیا رو الان نگاه کرد، قوم خودش که تمام این وعده‌های بهش داده شده بود که مثل گوسفندای گم شده هستن، پراکنده هستن، هیچ هدفی، هیچ نقشی، هیچ چیزی ندارن، هدف زندگی ندارن، اصلا نمیدونن کجا میرن، روحن نفسن کور و کر. و میگه هر یکی از ما به راه خیش برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. این پیشگویی بود که به یهودی‌ها گفته شده بود. یعنی معمولا یهودی‌ها باید آماده می‌شده، پس یک کسی خواهد آمد و مرتکب تمام این تقصیر و گناه‌های ما خواهد شد و هم مرتکب ما که مرتکب این گناه شدیم، او خواهد آمد و به وسیله او ما شفا میگیریم، به وسیله او ما نجات، به وسیله او گناه ما بخشیده میشه. درسته؟ اینو یهودی ها باید واقعا باور میکردن و الان ادهی باور میکردن. و یحیای تعمید دهنده خودش که یکی از پیغمبرایی بود که خدا او رو قبل از عیسی مسیح بود که تمام 6 ماه قبل از این او رو چیز کرد، خواند برای چیز، اونجا هم همینطور مادر یحیای تعمیددهنده خودش هم حامله نمیشد. یا و هر کاری که خدا میخواد انجام بده یه چیزایی انجام میده که معجزه آزاره. و اینجا خود چیزم پدرش هم کاهن بود، زنش الیزابت بود، اونم به یه سنی رسیده بود که سخت بود حامله شدن، فقط نمیسته سارا. بعد خدا آمد و صحبت کرد، گفته که زنت حامله خواهد شد. بعد از این یحیای تعمید دهنده به دنیا آمد و خدا او رو خواند، از رحم مادرش رو خواند که راهای خدا رو مهیا سازد. بعد از این زمانی که یحیای تعمید دهنده اونجا بود و اونجا موعظه میکرد، موعظه توبه میکرد، به قوم اسرائیل توبه کنید و ثمرای توبه بیاریم برای خداوند. بعد از این می‌بینی که عیسی مسیح الان اونجا با شاگردانش اونجا ایستاده بود و عیسی مسیح از اونجا رد می‌شد و اینجا خودش چون نبی بود اینجا میگه که اینک بره خدا که گناه جهان را بر می‌دارد. موی تنم سیخ میشه. میگه که ببین این بره خدا که گناه های ما را بر خواهد داشت. عیسی بره نبود، عیسی انسان بود. بعد میگه که این بره خدا، همینطور اشعیا نبی باب 53 گفته که او خواهد آمد و برای گناه ما خواهد مرد. یا میگه این بره خداست که چی؟ گناه جهان را بر می‌دارد. مأموریت عیسی مسیح که آمد در این دنیا که این جدایی که به وسیله گناه به وجود آمده نسبت به انسان و خدا، این ورداشته بشه که خدا با انسان که بتونه گناهش آمرزیده بشه و دوباره ارتباط برقرار کنن. گناه جدا کرده بود. و اینجا میبینین که در متی باب 1 آیه 21 زمانی که عیسی مسیح اینجا زندگی میکرد، به شاگردانش هم صحبت میکرد، معجزه میکرد، کارهای میکرد، بلافاصله توی صحبتهای خودشو هی در مورد خودش، در مورد مأموریت خودش صحبت میکرد. و اینجا میگه در متی باب 1 آیه 21 میگه که زیرا که او امت خیش را از گناهانشون خواهد رهانید. امت خیش را، یعنی آمد و گناهشون رو برخواهد داشت. بعد از این رساله اول یوحنا باب 4 آیه 14 میگه که و ما دیده ایم و شهادت میدهیم که پدر پسر رو فرستاده تا نجات دهنده جهان بشد.
همینطور عیسی مسیح در مورد خودش صحبت میکنه که من جان خود را در راه گوسفندان مینهم. اینجا خودش میگه. هیچ کسی اینجا صحبت میگه. هیچ کسی جان من رو بر نخواهد داشت. من آمدم خودم رو بدم. فکر نکنید که الان من آمدم اینجا و قوم اسرائیل و همینطورم با این امپراتور روم آمدم من رو کشتن. نه. من آمدم که قربانی بشم. مأموریت عیسی مسیح زمانی که از آسمون ترک کرد آمد، هدفش و فکرش این بود که میاد اینجا این صلیب رو میدید که من باید اینجا مصلوب بشم، من باید گناهای جهان رو به دست خودم بگیرم، من باید جانشین بشم که بتونم این دنیا رو و گناهای افراد رو که به من ایمان میارن نجات بده چیز ببخشم. متوجه هستیم؟ اینجا پدر بود و عیسی مسیح بود وضع دنیا. شیطانی که در این دنیا حکومت میکنه به وسیله گناه تسلط روی ما داره. پس عیسی مسیح باید، خدا باید یک کاری انجام بده که ما رو، گناه ما رو ببخشی، که ما از این اسارت شیطان بیرون بیاریم و همینطور هم ما رو به نقشه خودش. به این خاطر اینطوری است که پدر که پسر میگه که حالا من میخوام تو رو بفرستم، چون این قوم، این خلقت من است که شبیه خودم خلق کردم. تقریبا اینطوری من میگم، من اینطوری تو کتاب مقدس ننوشته. و پدر میگه که حاضر هستین، چون هر دوتا خداست، خدای پدر بود و خدای عیسی مسیح، و هر دوتا محبت، ذاتش ماهیتش محبت. پدر میگه که چی فکر میکنی؟ عیسی میخوای بری؟ عیسی مسیح میگه که من میرم. رابطه ایشان ببینی که هر دوتاش محبت هستن. و عیسی مسیح به وسیله روح القدس زمانی که آمدن این دنیا، هدف و فکرش و پایانش صلیب رو بود که برای این آمدم در این دنیا. و بعضی وقت فکر میکنیم او آمد اینجا کارهای خودش انجام داده، آخرش هم برحال آوردن و او رو کشتن. نه. میگه که من، هیچ کسی زندگی منو بر نمیداره، جان من بر نمیداره. من جان خود را در راه گوسفندان مینهم. و اینجا در باب 10:17-18 میگه که و از این سبب پدر من رو دوست میدارد که من جان خود را مینهم و آن را بازگیرم. کسی آن را از من نمیگیرد، بلکه من خود آن را مینهم. قدرت دارم آن را بنهم و قدرت دارم آن را بگیرم. این حکم را از پدر خود یافتم. هیچ کسی از من نمیگیره. آمدن من اینه که بمیرم. به وسیله این دنیا میتونه نجات پیدا بشه، پیدا کنه. به وسیله این من میتونم یک روز شیطان رو هم همینطور داوری کنم و انسان رو آزاد کنم از این مرگ ابدی. در عبرانیان باب 2:14-15 میگه که پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه موت، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس رو تباه سازد، و آنانی را که از ترس موت تمام عمر خود را گرفتار بندگی می بودند آزاد کنند، گرداند. چون فرزندان خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان. این گوسفندهایی که کشته میشن فقط گناه انسان رو میپوشونن. فقط عیسی مسیح که عنوانه، چون انسان گناه کرده دیگه، درسته؟ تو باغ عدن انسان گناه کرد، پس انسان باید جواب گناه رو بده، نه یه گوسفند یا یه بره. متوجه هستین؟
پس چون ما میگه که فرزندان یعنی ما خون و جسم شراکت داریم، اون نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه موت، موت خودش یعنی مرگ و جسم، صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس رو از بین ببره و ما رو آزاد کنه از این اول ببخشی از این گناهان، آزاد کنه از دست شیطان، برگردونه ما رو به نقشه خودش، دیگه گناه نکنیم. یا بتونم بگم از این عکس انار بشیم. یعنی خدا باید یک عملی انجام بده. فقط این کار خداست که کار عیسی مسیح بود که فقط پشتش محبت خدا بود، نقشه خدا بود. در اعمال رسولان باب 2:23 این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیدید، کشتید. اینجا چیز پتروسه که اینجا موعظه میکنه، میگه که این شخص چون بر حسب اراده، یعنی اراده خدا بود، این اراده بود که او الان مستحکم و پیشتانی خدا تسلیم شود یا به دست گناهکاران به صلیب کشیده این. همینطور هم در اول قرنتیان باب 2:8 میگه که احکام چیز؟ نه احدی از آدم آن را ندانست، زیرا اگر میدانستن خداوند جلال را مسلوب نمی کردن. خداوند جلال رو یا یعنی میگه حتی که از سروران یعنی تمام این کاهنان بودن و این پادشاهان بودن، این عمل رو ندانستن، یعنی نمیدونستن، نقشه خدا رو متوجه نشدن، فکر کردن الان یه چیزی خوبی میکنن، یا پشتشون برای شیطان بود، یا این سروران این دنیا اگر میدونستن پشت این کاری که عیسی مسیح میخواد انجام بده که روی صلیب کفاره گناه ما بشه، جانشینی بشه، اگر واقعا این کار میدونستن هیچ موقع این کار رو نمی کردن. یعنی اینطوری بگم به شما، شیطان اگر خودش به هر حال فکر کردن و عیسی مسیح رو بکشه از بین ببره، یا اونجا دیگه میتونه خودش حکومت کنه، نمیدونست که با این کشتن عیسی مسیح به هر حال میتونم بگم قدرت خودش رو، نقشه خودش رو نابود کرد. تقریبا مثل اینکه خدا یه شطرنجی بازی میکرد که آخر شیطان رو مات کرد. شیطان هم چیز هم نمیتونست انجام بده. گفته الان عیسی مسیح این کار رو انجام بده، ما معجزه های انجام میده، افراد ایمان میارن، پس یه کاری باید بکنیم، ورداریم او رو بکشیم. متوجه هستیم؟ فقط با همین کشتم الان پیروز شدم. و آخر بعد از 3 روز میبینی که عیسی مسیح از مردگان برخواسته. این حکمت رو نداشته که متوجه شده با کشتن عیسی مسیح خودش رو، قدرت خودش رو، پادشاهی خودش رو چیز کرد، نابود کرد. این وعده‌ای که خداوند داده که یک کسی از طرف این زن میاد و اونجا سر تو رو میکوبه، یعنی فعلاً میتونی بگم شیطان آمده با مشت خودش سر خودش رو کوبید، چون حکمت خدا رو نداشت که خدا چه نقشه‌ای کشیده بود، چیزی هم نداشت، یعنی باید او رو میکشت و عیسی مسیح هم تسلیم شد. گفته تنها راهی هست که میتونم انسان رو از گناه آزاد کنم، یعنی جانشینی شد. جانشینی یعنی تقریبا اینطوری به شما بگم که درست متوجه آرتین الان بتونی بیایی کوتا اینجا که درست متوجه بشین، یک پرونده ای هست، پرونده گناه من که اینجا پایینش اینجا نوشته چی؟ با استامپ هم زده جریمه مرگ. این پرونده در زندگی ما هست. عیسی مسیح هیچ پرونده ای نداشت. من اینطوری خوبم سفیدم پوشیده. آفرین. من اینجا هستم.
خودش بی گناه، مزد گناه مرگه. من اینجا باید به هر حال من مقصر هستم، باید کشته بشم، داوری بشم. یا زمانی که الان عیسی مسیح جانشینی شد، آمد اینجا جای منو گرفت، این پرونده منو روش گرفت. نه، اینو گرفت، اینو گرفت روی خودش، مثل این که خودش مقصر شد، نه گناهکار شد. گناه من روی او آمد. یادتون هست گوسفندی که دستاشو میذاشتن روی چیز؟ روی گوسفندها اعتراف میکردن، درسته؟ و تمام گناه ها میفت اینجا. و الان او آمد اینجا، الان خودش مقصر شد اینجا، گناه شد. و تمام داوری خدا آمد روی او. و عیسی مسیح روی صلیب فقط کشته نشد، بلکه داوری شد. خدا باید یک کسی رو داوری کنه دیگه. داوری مرگ بود، درد بود، رنج بود، شلاق‌هایی که باید روی ما می آمد روی او آمد. تمام چیزها رو او تحمل کرد، چون محبت خدا نسبت به ما اونقدر عظیمه که میتونست همه چی رو تحمل کنه. این مصیبت‌های مسیح رو دیدیم، فیلم رو. تمام چیزهایی که منفی که روی من بایستی می آمد، او آمد جلوی من رو گرفت. و زمانی که من باور می کنم، میگه که ملکوت خدا نزدیک شده است، توبه کنین و به انجیل ایمان بیارین. این انجیله، خبر خوشه که او شیر شده. و زمانی که من ایمان میارم به عیسی مسیح، پس گناه های من آمده روی او، درسته؟ و من اینجا جای عیسی مسیح رو میگیرم، میشه جانشینی. الان خدا که به من نگاه میکنه میگه که آلبرت هیچ گناهی نکردی تو، مثل که گناهکار نیستم، عادل شمرده شدم. چرا؟ مرد خوبی هستم، کارهای خوبی انجام دادم، نه هیچ کاری، من فقط جز از گناه و خرابکاری کاری نکردم. روز به روز قانونهای خدا رو شکوندم، چون طبیعت من گناه بود، خود محور. و زمانی که اینجا جانشینی هست، تمام برحال در اشعیا نبی باب 53 اینجا صحبت، او زخمی شد، او کوفته شد، او بی‌حرمتی شد، مسخرهش کردم، توف زدن روی سرش، روی سرش هم اینجا کوبیدن، یه تاج خارم روی سرش گذاشتن. و عیسی مسیح اینجا گفته که من خودم رو سپردم به دست شیطان و به دست این دنیا. و شیطان آمد او رو اونقدر کوبید که یک حرفی بزنه، خدا کمکم کن. اگر میگفت خدا کمکم کن، در فکر خودش بود، پس خودخواهی درونش بود. تحمل کرد، تسلیم خدا شد. و این تسلیم شدن بود که خدا این چیز چی میگن، قربانی پاک رو قبول کرد. هیچ چیزی بدی از ذهنش به وجود نیومد، حتی مسخرهش کردن، جواب نداد. نه فقط این، بلکه آخرین لحظه هم اینطور که تقصیرهای ما رو برداشت روی صلیب، هم اونجا گفت پدر ببخش چون نمیدونن چی میکنن. حتی در این درد و رنج رو میکشید، برای خودش فکر نمیکرد، بلکه برای انسان فکر کرد، گفت این بدبخت و بیچاره ها که نمیدونن چه کاری میکنن، همه گم شده، همه چی، همه پراکنده هستن، هیچ حقیقت رو نمیشناسن. پدر ببخش. حتی در این حالی که الان کوفته شده، مصلوب شده و بی احترامی شده، از دهن خدا میاد ببخش. برای خودش فکر نمی کنه، بلکه برای ما فکر می کنه. به این میگن جانشینی. من آمدم که جان من رو بنهم برای گوسفندان.
هیچ کسی از من نمیگیره، بلکه من آمدم برای این. و به انجیل ایمان آوردن یعنی به کاری که عیسی مسیح کرده روی صلیب باور کردن، همینطور اعتراف کردن. زمانی که اعتراف میکنیم و اینجا میگه توبه کنین، ملکوت خدا نزدیک، به انجیل ایمان، توبه کردن، زمانی که توبه میکنم و هفته آینده در مورد صحبت میکنیم و اعتراف میکنم من گناهکار هستم، نه اینطوری گناهایی که کردم، من گناهکار هستم، ذات من، ماهیت من، همه چی خرابه، من نسل آدم و حوا هستم، گناهکار هستم، منو ببخش. اون موقع هست که پرونده عیسی مسیح میره که جانشینی، خدا جای تو رو میگیره و تو جای عیسی مسیح رو میگیری. آمین. مرسی آرتین جان. به این خاطر میگه که چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارن، اون نیز همچنان در این هر دو، یعنی باید عیسی مسیح، باید خدا، باید انسان میشد که به وسیله موت صاحب قدرت موت یعنی ابلیس رو تابان سازد و آنانی که در ترس موت تمام عمر خودش رو گرفتار بندگی می بودن آزاد کنند. و همینطور برحال چیزم که خوندیم، یک عادلی جای اشخاص ناعادل را گرفت، یک بیگناه جای گناهکار را گرفت، یک نجات دهنده جای گم شدگان را گرفت، یک مقدس جای گناهکاران را گرفت. اینجا می بینید که این مبادله عدالی الهی هست. و اینجا خودشم سه بار فکر میکنم سه بار بود پیشگویی کرد در مورد مرگ خودشم، که خودشم گفته من باید زحمت و رنج کشیده و کشته شوم. در متی باب 16 است، خودش به شاگردان خودش میگفت، خودشون نمیفهمیدن، گفتی در مورد چی صحبت میکنه. من مورد چیز تمخذ و بی‌حرمت خواهم شد، یعنی بی‌حرمت خواهد شد، یعنی خودش اینجا میدونست که چه دردهایی منتظر اوست. در اول پتروس 2 نوشته 2:24 میگه که خود گناهای ما را در بدن خیش بردار، متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم، که به زخمای ضربه های او ما شفا گرفتیم. او متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت سیستمایی، یعنی اینجا ما همینطور که گفتم که اونجا ما عادل شمرده بشیم. اول پتروس که اینجا نوشته، زیرا که مسیح نیز برای گناه های یک بار زحمت کشید، درد کشید، رنج کشید، یعنی عادل برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد، در حالی که به حسب جسم مرد لیکن به حسب روح زنده شد، یعنی بعد از 3 روز قیام کرد زنده شد، که ما رو کجا ببره؟ نزد خدا بیاره. یعنی دوباره این ارتباطی که خراب شده بود به وسیله گناه دوباره ما رو یک بکنه. آخرین کلامایی که عیسی مسیح خودش روی صلیب، نه اینجا در یوحنا باب 17 آیه 4 اینجا میگه که من بر روی زمین تو رو جلال دادم و کاری که به من سپردی تا بکنم به اعمال به کمال رساندم. که من رفتم این دنیا، آخرین حرفایی که عیسی مسیح، سخنایی که روی صلیب اونجا کرد، چند تا سخنایی کرد خفت قبل از اینکه بمیره، اینجا گفته که اشاره چیز کرد، اعلام کرد، گفته تمام شد. سپس سر خود را خم کرده و روح خود را تسلیم نمود. تمام شد، یا ترجمه های دیگه هم هست بگه که پرداخت شد. این تقصیر گناهان، این جریمه گناه،
پرداخت شد، سرش رو انداخت و مرد. آخرین چیزی که خدا شد، خدا کرد، یعنی این چیزی که بعدی که دادی که روی در باغ عدن یه کسی خواهد آمد انجام خواهد شد، منو برمیگردونه، انجام کردم دیگه، تکمیل شدی، شیطان اونجا باخت. رومیان باب 5 آیه 6 تا 10 چه میگه؟ که لیکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بوده ایم مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شده ایم. اینو کی گفتم عادل شمرده؟ نه، چرا؟ ما جای عیسی مسیح رو گرفتیم، عادل شمرده شدیم. نه، الان ما انسانهای خوبی شدیم. عادل شمردیم یعنی خدا ما رو نگاه میکنه به وسیله ایمان به عیسی مسیح و کار او، گفته که ما جای مسیح رو گرفتیم، عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر در حالی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. خطای آدم و فیض مسیح، و نه همین فقط، بلکه در خدا هم فخر میکنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وسیله او الان صلح یافته ایم. پس اینجا میبینیم که همگامی که ما گناهکار بودیم خدا محبت خودش رو نشون داد وسیله ما، یعنی اینجا به خاطر ما به جای ما مرد که عادل شمرده شدیم، از غضب، از داوری آزادی پیدا کردیم، آشتی به وجود میاد و بعد از این صلح خداوند رو، یعنی انسان رو عیسی مسیح با این صلیب، انسان رو، این عکس رو میتونی بیاری؟ نه اون بعدش، آها، اینجا که نگاه میکنه مشکل انسان گناه بود، جدایی از خدا، و اینجا میبینی که همون عیسی به وسیله صلیب و فقط به صلیب، هیچ راهی دیگه وجود نداره که انسان آمرزش گناه رو به دست بیاره. اونجا گناه های ما چی شد؟ برداشته شد. ما میتونیم به وسیله صلیب اینجا دیگه برگردیم به نقشه خدا و همینطور از هر نوع غضب و داوری آزاد بشیم. من میخوام امروز هم اینطوری متوجه بشین که نمیدونم چقدر این فیلم مصیبت‌های مسیح رو دیدین، فقط این خیلی روشن تو این فیلم بیشتر روشن میشه که عیسی مسیح فقط اینجا نبردن اونجا صلیبش کنن، بلکه یه داوری بود، یعنی خدا بود که باید یک انسان رو داوری میکرد. الان نگاه کنین عزیزان، الان پدر آسمونی ماست که چطور پسرش رو داوری میکنه که ما رو نجات بده. متوجه هستین؟ اینطوری تصور کنیم، مثل یکی که من یک پسری دارم و افرادی هستن که دشمنایی هستن که علیه من هستن، علیه من و همینطور خرابکار هستن و آیا فکر میکنیم مثلا الان پسر خودتون رو که دوستش دارین میبرین اونجا و به جای این افرادی که اونجا فقط دشمن هستن داوری میکنین؟ یعنی واقعا میتونم بگم یه چیزی نیست که با فکرمون بتونیم بفهمیم. معمولا برعکس هستیم، یکی دشمنی هستن ما سعی میکنیم ببینیم اونجا همه رو برحال بکشیم و از بین ببریم. بعد کلام خدا میگه خدا انقدر ما رو دوست داشت
که یک گیاهان فرزندش رو داد که ما به وسیله او آمرزش گناه به دست بیاریم، حیات جاودانی رو به دست بیاریم و داوری نشیم. خدا پسر خودش رو نفرستاده که ما رو داوری کنه، بلکه فرستاده که او رو داوری کنه که ما رو نجات بده. این محبت خداست که ما نمیفهمیم. این محبت عظیمی مثل این فرد، این ذات خداست. اونقدر پس باید من و شما با ارزش باشین که پدر پسرش رو میکشه که منو نجات بده و شما رو نجات بده و گناه شما رو بیامرزه. و با این حال عزیزان که این کاری که عیسی مسیح کرد، یعنی پدر انجام داد به وسیله پسر عیسی مسیح، اونجاست که فقط و فقط راهی هست که خدا میتونه ما رو به نقشه خودش برگردونه، که دوباره ما رو بس کنه، ارتباط با خدا داشته باشیم، خداوند روح خودش رو به ما میبخشه، تولد تازه رو میبخشه، که دفعه دیگه صحبت خواهیم کرد که یواش تقریبا میتونی بگم سقوط کردیم، خدا دوباره ما رو بلند بلند میکنه و میتونیم این راه رو با خداوند بریم و آخرش هم روز به روز شبیه خدا بشیم، تمام صفتهای خدا در ما قرار بگیریم، نه فقط اینطوری که در این دنیا زندگی خوبی داشته باشیم. اینم خدا به هر حال نقشه‌های عالی داره برای تک تک ما در این دنیا. فقط آخرش هدفش اینه که یک روز نه فقط الان حیات جاودانی رو داشته باشیم، بلکه کلام خدا میگه که وارثین تمام هستی خدا باشیم، هر چیزی که خدا خلق کرده ما وارث بشیم، به ارث ببریم. شاید الان نمیتونیم درست متوجه بشیم، فقط این ربطی به باور دارین، کلام خدا میگه هم ارث با عیسی مسیح، و با عیسی مسیح تمام این کهکشان هایی که وجود داره بتونیم رویشون حساب چیز کنیم، سلطنت کنیم، پرورش بدیم، و هزار تا چیزایی هست که اونجا که شبیه خدا شدیم، جلال خدا رو داریم، شریک جلال خدا هستیم. این دعوتی هست، برای این عزیزان ما خلق شدیم. به این خاطر عیسی مسیح باید این بهای بزرگ رو پرداخت میکرد. مأموریتش این بود که بیاد از آسمان روی صلیب یک مرگ خیلی وحشتناکی اونجا تجربه کنه که ما رو نجات بده. آمین. پس چه عشقی باید خدا برای ما داشته باشه. این به هر حال در مورد مأموریت خدا صحبت کردیم. الان خیلی زیاد شده، الان یه روپه یک اینجا فقط گفتم اینو باید تمام کنم، نمیخواستم نصف اینجا بمونه. من فکر میکنم برای امروز کافیه. هفته آینده در مورد ایمان صحبت خواهیم کرد. ایمان از کلن چیه؟ چون الان یک کاری که خدا انجام داده نگاه کردیم، اگه باور میکنی نمیدونم هر جاییم که هستی، و هفته آینده که در مورد ایمان صحبت میکنیم شاید خیلی راحت همه چی باز بشه. اصلا ایمانی که زمانی که صحبت میکنیم یا زمانی که عیسی مسیح صحبت میکنه ایمان بیارین، به وسیله ایمان میتونیم نجات پیدا کنیم و همینطور هم توبه و بازگشت خیلی بهتر بتونیم بفهمیم. اگر نمیدونم سوالی اینجا هست یا عزیزان که شما بینندگان عزیز، اگر سوالایی چیزایی هست میتونین همینطور توی اینستاگرام اونجا سوال رو برای ما بنویسیم، اونجا جواب میدیم، و یا ایمیل آدرستون، یا دوباره میگم کسانی که دوباره بحث شدن احتیاج به این جزوه های حق جویان دارن با ما تماس بگیریم، ما برای شما از طریق PDF میتونیم برای شما بفرستیم. گود، سوالی اینجا نیست؟ یک سوالی؟ پادشاهی خدا چی هست؟ پادشاهی خود توی ایران داره کار میکنه، خیلی هستن داخل ایران بشارت میگیرن و ایمان میارن با وجود اون خفقانی که توی جمهوری اسلامی و اسلام ایران ایجاد کرده. اون پادشاهی خدا داره کار میکنه. پادشاهی خدا چی هست؟ پادشاهی خدا جایی هست که عیسی مسیح حکومت میکنه، یا صلح و سلامتیه، و اونجا تقریبا اینطوری نگاه میکنیم زمانی که عیسی مسیح در این دنیا آمد،
پادشاهی خدا رو اونجا ظاهرا نشون داد. چطور؟ پادشاهی خدا تو پادشاهی دردی نیست، هیچ زخمی نیست، هیچ بیماری وجود نداره. زمانی که عیسی مسیح میاد و شفا شروع میکنه به مثلا یک فلج رو شفا میده، یک کور رو بینا میکنه، پس این پادشاهی خدا رو اعلام میکنه، اعلام میکنه نمایان میسازه. این میشه پادشاهی که هیچ چیزی منفی، چیزی بدی وجود نداره. یا تو زمانی که میگه که الان پادشاهی خدا، یعنی در این دنیا پادشاهی خدا اینطوری نیست که الان در این دنیاست. اینجا در حال حاضر اینجا فقط شیطانه که هنوز حکومت میکنه. پادشاهی خدا یک روز واقعا در حکومت در ابدیت اونجا زندگی خواهیم کرد. فقط اینجا پادشاهی خدا رو میتونیم کم و پیش اینجا نمایان بسازیم. زمانی که مثال میگم الان ما شروع میکنیم به معجزه، به چیز کردن، به شهادت دادن، دعا کردن، افراد نجات پیدا میکنن یا قلبشون باز میشن، یه معجزه ای هست. و اونجاست که پادشاهی خدا، عیسی مسیح خودش هم میگه پادشاهی نزدیک به تو شده. یا و قبل از اینکه شما وارد پادشاهی خدا بشین، بگیم که مثلا اینجا پادشاهی خداست، اینجا هیچ دردی، هیچ چیزی وجود نداره، نقشه خداست. سو اینجا در این دنیا هستیم، یا این قسمت الان اینجا یه فرشی هست. سو زمانی که خدا میخواد شما رو دعوت کنه، بگه نزدیک پادشاهی خدا نزدیک شده است، قبل از اینکه شما بیاین اینجا، اول عیسی مسیح باید بیاد تو قلبتون. این پادشاهی خدا در قلب تو باید قرار بگیره، یعنی عیسی باید مرکز زندگی تو بشه، خدای تو بشه. زمانی که خدای تو شده و او رو دعوت کردی عنوان خداوند، این پادشاهی خدا، صلح، سلامتی، اینجوری که الان هم صحبت کردیم، تمام صفتهای خدا در تو قرار میگیره. یعنی پادشاهی خدا آمد در تو، یعنی عیسی حکومت میکنه در تو. و اتوماتیک زمانی که توبه بازگشت میکنین و عیسی مسیح رو عنوان چیز قبول میکنین، وارد پادشاهی خدا میشین، چون عیسی در قلبتون اینجا ساکن شده، نه فقط ساکن، حاکم شده. پس یعنی در این دنیا، در آلمان، هر جایی هست، پادشاهی خدا نیست. پادشاهی خدا جایی هست که عیسی حکومت میکنه و یک روز اینو خواهیم دید و امیدوارستم دیگه دیر نشده باشه. پس زود عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول کنی، گناه شما آمرزیده بشه، دیگه مسیح حکومت میکنه در شما و دیگه حیات جاودانی رو به دست میارین، آمرزش گناه رو دارین و در ابدیت با او خواهیم بود. ما معمولا دعا میکنیم، مثلا برای ایران دعا میکنیم، برای افغانستان دعا میکنیم، برای این کشورهایی که واقعا در تصورهای اشتباه و عیسی مسیح رو عنوان خدا قبول ندارن، عنوان پسر خدا قبول ندارن. پس هیچ موقع پسر خدا رو قبول نداشته باشی، پس کاری عیسی مسیح که روی صلیب کرده قبول نداری. قبولم نداشته باشی که عیسی مسیح مرده و قیام کرده، پس گناه تو رو هم آمرزیده نمیشه. وای بر تو. زمانی که میگن عیسی مسیح، مسلمان ها میگن که عیسی مسیح از خود نمرده، اونجا بر نمیدونم سود کرده رفته، خب گناه تو پس کجاست؟ گناه تو کی برمیداره؟ یک روز باید جواب بدیم. خودت هم نمیتونی. بخشش رو از کی به دست میاری؟ از اون شخصی که گفته پدر ببخش، نمیدونن چی میکنن. این چیزی که اشاره کرد، شفاعت کرد و این گناه رو گناه شما رو روی توش خودش برداشت. اگه این جانشینی رو قبول نکنین، پس گناه شما میمونه. هر چقدر آدم خوبی هم باشین، گناهکار هستین و یک روز خدا باید شیطان رو داوری کنه و همه گناهکاران رو باید، چون خدای عادلی است، باید داوری کنه. به این خاطر خدا فرصت رو میده در این زمانها کلام خدا پخش بشه. در ماهواره ها رو میبینیم که ایستگاه تلویزیون دائما کتاب انجیل رو همه جا پخش میشه. الان 50 سال پیش ایران، تو افغانستان، تو این کشورها، تو آفریقا، اینطوری چیز اصلا امکانی نبود افراد انجیل رو بشنون. الان 24 ساعت انجیل، 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 خبر خوش، خبر خوش، خبر خوش، همینطور میچرخه که افراد واقعا بیدار بشن.
و بدونن که گناهکار هستن و عیسی مسیح برای گناهشون آمده و جانشینی شده و میتونه ببخشه. آمین. خبر خوش بود؟ آمین. یا بعدم این بهترین خبری است که انسان میتونه به دست بیاره. محبت خدا از این دیده میشه دیگه. گود باشه عزیزان. پس دعا کنیم و یا هفته آینده، تا هفته آینده امیدوارم هفته عالی داشته باشین که همینطور در کلام بمونین. این چیزایی که شنیدین برین تو کتاب مقدس بخونین. کسانی هم که الان تو ایران هم هست، افغانستان هستن، احتیاج به کتاب مقدس دارین، انجیل دارین، خواهش میکنم با ما تماس بگیرین و ما همه کار رو انجام میدین که یک انجیل یا کتاب مقدس به دست شما برسه. امکانش رو داریم و خیلی مهمه که برای کتاب مقدس رو بخونین، که هر چقدر بخونین خدا از طریق کلامم با شما صحبت خواهد کرد. خب مرسی خداوند برای امکانی که امروز هم داشتیم که بتونیم در مورد زیباترین، پرشکوه‌ترین کاری که تا انجام دادی روی صلیب صحبت بکنیم. مرسی پدر جان که نمیتونم بفهمم و درک کنم چطور تو پسر خودت رو میفرسی به ما که دشمن تو بودیم و خرابکاری میکردیم، خدای خودمون شدیم، تو آمدی اونجا عیسی رو داوری کردی، حتی لعنت رو او آمد، مسخره و اوریانش کردن خداوند، همه کارش باش شده که این دعایی که خودش کرده خداوند ببخش. پدر جانی میدونن چی میکنن، واقعا به وسیله مرگ و قیامت عیسی مسیح ما رو ببخشی و دعا میکنم روح القدس تو هستی که عیسی رو یا آشکار میکنه و دعا میکنیم خداوند الان بینندگان عزیز که اینجا هستن خداوند شاید امکانی ندارن خداوند کتاب مقدس رو بخونن، فقط تو میتونی از طریق روح خودت میتونی با ایشان صحبت کنی، همینطور هم خداوند از طریق خواب و رویا صحبت کن، دست خودت رو، دست سوراخ شده تو رو خداوند نشون بده که به خاطر خودش نبود بلکه برای ما بود خداوند، نشون بده خداوند که واقعا ایمان بیارن که تو پسر خدا منجی این جهان هستی و وسیله این آمرزش گناه رو به دست بیارم و حیات جاودانی و مخصوصا زیباترین چیزی که بتونم پدر جان عیسی مسیح روح القدس با تو ارتباط برقرار کنم که لذت ببرم بدونم که چقدر شیرین هستی و چقدر عالی هستی، چه خدای مهربان فروتن هستی، هر چقدر خالق هستی هیچ خودخواهی درونش نیست، در تو نیست، همه چیز تو کامل. اینو به دست بیاریم و خدا من تجربه کنیم. اینو دعا میکنم این فیض رو ببخشی در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. دست بزنیم برای عیسی مسیح. آمین. هفته آینده هفته پر برکت داشته باشین برای هفته آینده و فردا هم همینطور جلسه مون داریم، جلسه عبادتی ما ساعت 4 و کسانی که حسن متاسفانه با اینستاگرام نیست بلکه یوتیوب 866 آلفا اومگا میتونید اینجا وارد بشین و اونجا فردا هم همسرم کشیش نسرین اونجا موعظه میکنه، مهم موعظه خیلی مهمه، یه قسمتشو به من گفته و حتما گوش کنین یا نگاه کنین شما هم اینطور و مطمئن هستم با قلبی باز بیاین اینجا دو اینطوری دعا کنین که عیسی مسیح بیا خودتو به من معرفی کن. نمیخوام برکت بگیرم، میخوام با تو آشنا بشم. اینطوری دعا کنیم و بیاین خواهید دید که خدا دعای شما رو خواهد شنید. روز خوبی داشته باشین تا بعد، هفته آینده. خدا حافظ عزیزان.